بسم الله الرحمن الرحیم و بهی سعین انه خیر ناصر و معین و, و صبح ازا تنفس نور سلام معنای قشنگ وتر موتور سلام ای آیه تطهیر دلم مهدی جان قربان نگاه پاکت از دور سلام السلام علیک یا ابا صالح المهدی سلام از میکنم خدمت شما بینندگان و سروران گرامی همراهان همیشگی برنامه و وقت بیداری خوشحال هستیم که باز هم توفیق حاصل شد تا در خدمت شما و مهمان نگاه های شما عزیزان باشیم و امیدواریم که مطالبی که گفته شنود میشه انشاءالله که نافع برای شما عزیزان باشه با احترام و با افتخار همراه شما هستیم و در کنار شما در محضر سرور عزیز ما نجت الاسلام و المسلمین نجایب رسولی از طرف خودم دنیا و در نیابت از شما عزیزان سلام از میکنم خدمت استاد محترم سلام علیکم استاد بسیار خوش آمدید علیکم السلام و رحمت الله سلامت باشید درود خداوند بر شما بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام على رسول الله و على آله آل الله اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم بینندگان عزیز و دنبال کنندگان گرامی در هر جایی که هستین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته موفق و پیروز و شادکام هستین باشین ما را مدبای فراموش نکنید در خدمت هستیم خیلی خوش آمدین سلامت متشکر باشین متشکرم. باشین نباشین رای دور همت من آمدین مهربانی کردین تشکر که همیشه سالی مسترشند باشین سلامت باشین بینندگان عزیزی که بر حال بعضی از عزیزان از هفته های قبل سوالاتشان مانده ام. خب یادداشت کردیم و تو دلیس ماندیم که خفه نشن عزیزان اگر دیر زود میشه پاسخگوی و به سوالاتشان و خب برای کسی که سوال رای میکنه انتظار داره که جوابش در برنامه داده شود پیش و پیش از شما عزیزان ما هم تشکر میکنیم و هم از خواهی اگر یگان وقت دیر میشه جواب دادن به سوال شما خوبان مصبت 93 افتاده هست 11.52 آخر 11. سوال کردم که من چند روز روزه نظری بگردن دارم آیا بقیه ای اعضای فامیل میتونن در گرفتنی روزه با ما کمک کنن؟ جناب حسینی عزیز و بیننده گرامی حشر به تعبیر ما حشر و حشر همکاری کردن. حشر, حشر کردن بسیار کار خوبی است در عبادت در رقم عبادت که مخصوص بر خود انسان است حشر کردن و همکاری کردن مفهومی ندارد بنابراین چون نظر کردن روزه فقط و فقط به گردن خودشان است و باید خودشان این روزه را بگیرن, بگیرن. فقیه از آی فامیل این روزه شخصی که حی حاضر و زنده یا گرفته نمیتونن حتی بقیه روزه ها را هم رقم است مثلا کسی مریض است روزه گرفته نمیتونه خب کسی دیگه نمیتونه در زندگیش روزه بگیره یا کسی نماز خوانده نمیتونه خب بگه خب الحمدلله پدر نماز خوانده نمیتونه ما جور هستیم ما اختیار هستیم از طرف پدر نماز بخونیم نخیر تا زمانی که خودش در قید حیات است کسی عبادت کسی را مخصوصا نماز و روزه رو چیز انجام داده نمیتونه مگر مثلا در حج که نیابت از حج ما داریم ولی در نماز انسان زنده نیابت نداره, نداره. خب این رقم که باشه روزه های و نماز های استیجاری چطور اینا بزن. بعد از مرگ شخص هست یعنی شخصی که میخوای از دنیا بره و متوجه میشه که مثلا من نماز نخوندم مدتی از سلس مال خودش یعنی از <applause> از سه قسمت یک قسمت خب مال خودش میتونه برای خودش وصیت کنه که برای من نماز بخونن برای من روزه بگیرن برای من حج برن برای من خمس بدن برای من هیچ هست یا اگر حتی وصیت هم نکرد خب پسری بد به جای مان برادر به جای مان اگر همسری از دنیا رفت شوهرش اینو میتونه <applause> نماز روزه بگیره. <applause> بگیره شاید یه سوال از این عزیزان بیه که ممکن سوال کم پخته تر مطرح شد. میتونیم رو ما تست تست تر شویم. بله خب شاید همین سوال که در ذهن عزیزان شاید پیش بیه انشالله جواب داده شه. خب کسایی هستن که روزه استیجاری قبول میکنن خب پدر خانواده است یا کسی او روزه یا او نماز هم میتونه شریک شدن با اعضای خانواده خدمتون رو کنم بله هیچ مشکلی نداره حتی بعضی از اوقات نماز استیجاری که گرفته میتونه به جماعت بخوانه مثلا پدر جلوی استاد میشه سه چهار نفر دیگه البته به شرطی کنم که قرائتشان صحیح باشه یک نماز صحیح بتونن بخوانن بله میشه اونا نماز بخوانن البته به شرطی که باز دهنده نماز استجاری و روز استجاری قید و شرطی نکرد فقط خودیت بخوان بله 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 بسیار مثبت 93 70 4 نمبر آخر 53 بیننده محترم ماست که سوال کردن اگر شخصی که ناپاک است شخص ناپاک میتونه برای خواندن فاتحه وارد مسجد چرا ناپاک نو... مراد شاید مثلا این باشه که اگر مردی باشه یا زنی باشه در حالت جنابت به سر میبره یا اگر خانمی است که در او وضعیت عادت ماهوار ماهوارش باشه. هیچ وقت شخص ناپاک به قصدی که بره و بشینه و فاتحه بخونه یه حق نداره فقط طرف اگر شخصی ناپاک است به طور میتونه وارد مسجد شود که از یک در مسجد در و از در دیگه مسجد خارج شود درنگ کردن برای شخص ناپاک در مسجد جایز نیست فرق هم نمی کنه چه مسجد الحرام باشه مسجد النبی باشه هر مسجد, که باشه خوی چی رقم سوال شد مزین ازم بیه که از یک مسجد در از برای چی کاری از خود در مسجد مهم اوی درنگ در, مز... درنگ در مسجد جایز نیست ولی عبور از مسجد یعنی برای از یک در از در دیگش فقط درنگ کردن و استاد شدن در داخل مسجد جایز نیست مسجد هم منطقه حیات و اولی آن نه فقط کسار... اون قسمتی که وقف مسجد شده یعنی نام سیغی مسجدیت برش خانده مثلا ممکنه پنسد متزمین یک نفری داده باشه ممکنه خب بگن این قسمت مسجد بسازیم در این قسمت حسینیه تشناب باشه در این قسمتش چیز دیگه باشه در قسمت ها مشکل نداره. نداره فقط در جایی کسی... که سیغه مسجد مسجد خوانده شده ورود انسان ناپاک جایز نیست, نیست. بسیار مثبت 93 74 62 18. سوال کردن که تعدادی از خانم ها هستند که اه... الحمدلله برنامه خوبی دارن برنامه جلسه تلاوت قرآن شریف دارن به صورت هفتگی برگزار میکنن بعضی از خانوم ها در ایام عادت ماهوار میتونن در ایش که جز اعضای حیات هستن میتونن شرکت کنن؟ بسیار سوال خوبی است و همون رقم که شما فرمودین کارم کار بسیار خوبی است که فرق هم نمی کنه زن مردی هم نداره کوچیک و بزرگ هم نداره که از این جلسات روز به روز باید, باید بیشتر باشه که در این جلسات قرآن تلاوت شود و قرآن برای کسایی که در این جلسه شرکت دارن ترجمه شود و تا حدودی هم تفسیر شوه که زمینه باشه برای فهم قرآن و بعد از او عمل کردن به قرآن یعنی واقعا ما قرآن در بین ما محجور جناب حسین صاحب بسیار از مادرها خواهرها پدرها برادرای ما خیلی چیزایی دیگر خوب میفهمند خیلی از کتابا رو خوب میفهمن. مسائل سیاسی رو خوب میفهمن تحلیل میکنن مم. وارد میشن ولی در مسئله قرآن که شد خیلی ها حتی خواندن از رویش یاد ندارن چی برسه به اینکه ترجمه و تفسیرش بنابراین کار کار بسیار خوبی است و خانمایی که در او ایام به سر میبرن میتونن در جلسه حضور داشته باشن میتونن قرآن قرائت کنن مم. با شرطی که دستشان به خط قرآن نرسه خب میتونن برای از که احتیاط کرده باشن کدام دیسکش یا پلاستیک چیز دست خودشون کنن که دستش به خط قرآن نرسه فقط او چهار جایی که چهار سجده, سجده واجب داره که به فصلت است سجده است و سجده است و, سجده است و علق است و فصلت سجده, سجده نجم علق این چهار سوره مخصوصا اون جاهایی که خودش سجده چی داره واجب داره نه خوانده میتونه و نه چی گوش آه. کرده میتونه ولی با چش میشه مرور کرد یعنی اونجوری رسید با چشم خودش مرور کنه مشکلی نداره فقط این اینا رو نخونه بقیه ای چار سجده که چار آیه ای سجده واجب داره بقیش هم خواندنش مکروه هست مکروه به این معنی که ثوابش کمه این مشکل نداره مم. حتی گفتن بیشتر از هفت آیه شخص ناپاک اگر بخوانه بازم مکروه هست مکروه یعنی کاری بدی نیست ثوابش, ثوابش کم است اگر صد درجه برای انسان پاک میتن شخصی که ناپاک است و در جلسه شرکت میکنه و قرآن تلاوت میکنه مثلا ممکن است 90 درجه یا کمتر یا بیشتر به او داده گناه نداره که نه, 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 نه اصلا کراهت در عبادت اصلا کراهت در جای دیگه هم گناه نداره مثلا ام. میگه که شما تونتون غذا نخورین مکروه این کار خوبی است کراهت در عبادت به این معناست که ثواب عبادت چی میشه کم, در کم در میشه. میشه. مثلا میگه که انسان مقابل در باز نماز نخوان مکروه سوابش کم میشه بعد چیز دیگه بله نیست بله همونطور که وصال هم اشاره فرمودن ما خود طرفدار خواهران هستیم نه بعضی جا گفتم چه هایی که با هم جمع میشن غیبت است و گپ های دیگه هست و خو هستن جلساتی که الحمدلله برگزار میشه و انشالله که این جلسات هفتگی و خانگی و معرفتی زیادتر شود خب استاد فکر می کنم زمان نداریم که در سوال بعدی بریم با اتفاق شما و بینندگان عزیزمان بریم به سری میزنیم به اتاق فرمان و بعد از دیدن میان برنامه انشالله در خدمت شما خوبان هستیم همراه ما باشیم خدمت شما خوبان و سروران گرامی همراهان برنامه به وقت بیداری خب استاد محترم سوالی که بیننده عزیز من رایی کردن مصبت 93 77 دو. ایشان بیماره شکر داره حالا یا خودشان یا کسی دیگر است که خدا و انشالله شفای ناید و به همین خاطر زیاد باید مایاد بخوره آب بخوره و وقتی که به خواب میره خب از عوارض خوردن مایات و آب زیاد شاید در خواب بالا خودشون ندار میکنن شب جاری دارن یا کنترل ندارن میگن که تکلیف نمازای شخص چی میشن خدمت شما ارز کنم که این شخص شخصی نیست چون ما یک بحث داریم در نماز کسی که میگه که باولش به طوری که هیچ قط نمیشه یعنی وار بولش چیه می آیه. این شخص که رقم آدمی نیست چون اگر به کسی سلسلوار بیایه خب یک احکام خاصی داره ام. مثلا حتی میگن که ای در همون زمانی که باولش سلسلوار میایه یعنی فوراً وضو میگیره باز به اولش باز لباسش کثیف میشه خب او یک شخص دیگریست است فرمودن ام. امور رقم نماز خودش چه کنه بخوره چون رای چاره ای نیست یعنی قطره قطره آن و آن به ولی این شخص که رقم نیست دیگر. مثلا در طول روز که رقم نیست ام. فقط در طول شب است ان اگر برایشان مقدور است که قطعا انشالله مخدور خواهد بود دیگه باید خودشان آب بکشن و لباس خودشان تمیز کنن و بدن خودشان تمیز کنند انشالله مم. یک نماز مصفا و با تهارت بخونند بله اما که گفته شده ظاهرا وقتی که آگاه هستن خب این کار نیست ولی ناخود آگاه هست خب قطعا خوب دیگه خوب مثلا در طول شبان روز شاید یک مرتبه مم. اتفاق برشان بیفته بنابراین ح... ای نمیشه بگیم که این حرجه چون اگر باز قضیه حرش پیش بیاید خب باز یک بحث دیگری است که حکم خاصی داره بله شاید خیلی کم هم باشه بله. تماش خاص بیننده محترم اون که دو سوال رای کردن مثبت 93 78 52 32 خب امشب هم دو سوال شما سوال اگه اجازه باشه مطرح ما در خدمت هستیم بله در قریه ما و قریه های اطراف برخی کمک ها از توی کشورهای غربی میایه برای فقیران داده میشه ایده ای است پیسه داران هم خوی که پیسه آمده اینجا از پیسه داران هم ها اینا هم استفاده میکنن خلیفه ها از این پیسه آیا این کار گفتن رواس یا نه؟ قطعا روا نیست نه از نظر شرع روایه که فقه ما فعلا فقه میگیم و از نظر عقل روایه و نه از نظر وجدان کشور خارجی کشور مثلا اروپایی یا آمریکایی جای دیگه برای فقیر منطقی ما کمک میاره ما به جای ازی که یک چیزی دیگر روی زبانیم و به های منطقه خودمان کمک کنیم بعد کمک هایی که باید به با دست فقرا برسه به اهلش برسه. برسه او رو خانه و چارکله ها و, و بزرگا رو بگیرن و بخورن و قند و قروت مم. کنن قطعا این کار جایز نیست و اگر یک وقتی امو کمک کنندگان متوجه شوند آبروی ما میره حیثیت ما میره میگه چی رقم مسلمانان هستن به جای اینکه خودشان کمک کنن ثروتمند هم هستن دارا مثل کمک نمیکنن که چی بلکه کمک میخورن پس این گناهش خیلی بیشتر خواهد شد یکی خوب حقش نیست باید حق به فقرا برسه از دهن فقرا میگیره میخوره و یکی دیگه باعث بدنامی مسلمانان و خدمت شما کسایی که متدین به دین اسلام است باعث بدنامی میشه پس من نباید کار را برای انجام بدم سوال دوم میشه نیست که آیا قتبازی حلال است یا حرام قطع بازی حضرت های الله لزم سیستانی یعنی او پروازی دیگه بله بله. هم پروازی کردن قطع بازی که اگر که برد و باخت باشه یعنی با شرط باشه که شرط های دیگه انواع مختلف داره مثلا قطع بازی میکنن بعد میگم که میریم مثلا در دکان چاینکی میخوریم مم. هر کس که باخت چاینکی به یا هر کس که باخت سن نمی خیلی کارای دیگر. <تصفح> دیگر. <تصفح> خیلی کارهای دیگه یا مثلا پیصه میتر به صورت نقد چی میشه تبادله میشه اگر این رقم باشه حضرت های الله سیستانی که بنابر فتوا حرامه این هیچ حرام. شک و شبهه‌ای درش نیست اما اگر که برد در کار نباشه اما رقمی مثلا از روی مذاق بازی میکنن چون قطه و پاسور ابزار قماره امه. و آلت قمار حساب میشه میفرماین که بنابر احتیاط واجب حرامه انجا. پس یا به احتیاط واجب میتونن عمل کنن و قطه بازی نتونه. نکنن. یا برن سعی کنم که مشتهد اعلم بعدی چی گفته امه. اگر او گفته که مثلا به صورت همیتر رفاقتی اگر کسی بازی کرد برد و باخت نه ساتری بود گفته جایز خب میتونن بر او فتوای از او چیکار کنن عمل امه. کنن اگر او هم نگفته باشه دیگه قطع بازی به هیچ وجه جایز نیست, نیست. خلاصه کسی که برای یک مورد میره اودول میکنه میره از مرجع دیگه عالم دیگه پرسان میکنه در دیگه موارد بار پس به مرجع خودش فقط در اون جاهایی که احتیاط واجب گفته دیگه احتیاط واجب, احتیاط واجب گفته یا میتونه به همین حکم مرجع خودش عمل کنه یا اگر نه نمیخوای به حکم مرجع خودش عمل کنه باید دنبال یک مرجع, یک مرجع عالم, عالم, عالم بعدی بره که ببینم چی گفته در همون موارد بله بسیار عالی مثبت 93 هفتاد هفت عبده چلو شش سوال کردن که مردی زنش را طلاق داده ولی از خانه بیرون شده نمیمانه میگه که بعد از اینکه که ادت خلاص شد میتونی از خانه ما بیرون شوی آیا این کار درست است؟ این تصور ما برای که این شخص زن خودش طلاق رجعی داده مم. چون طلاق سه نوع است طلاق یکی رجعی است یکی طلاق خل است یکی طلاق مبارات است طلاق رجعی داده طلاق رجعی به این عنوان است که مرد زن خودش طلاق داده و چرا احتمال که در خانه گفته که بیشی چون در طلاق رجعی هر لحظه و هر آن مرد میتونه مراجعه کنه و به محضی که مراجعه کرد دیگه حتی خواندن سیغه نمیدونم فلان از یرفا لازم نیست اما مراجعه شخص مثلا دست گذاشت روی سر خانم یا مثلا یک فعل دیگه انجام داد خود خود از اون مراجعه کردن پس ازدواج دوباره از سر گرفته بشه تصور ما این است که احتمالا طلاق رجعی داده البته در اینجام نمیتونه مجبور کنه خانم را که حتما الا و در خانمه چی بشین از این که گفته در خانمه بشین شاید احتمالش چمی باشه که طلاق طلاق رجعیه ولی طلاق خلع و طلاق با این دیگه هیچ کدام از نواجب نیست خانم در خانه بین چینا. مخصوصا اینجا فکر میکنم که طلاق طلاق خل است و خاطر از یک خانه بشین ها طلاق رجعی مم. است که هر آن اگر مثلا قبل از عده قبل از عده البته خواست بتونه رجوع کنه بله بسیار طلاق اصل برای ما بیننده عده طلاق خدمت شما از کنم که فرق نمی کنه هر طلاقی که باشه عدهش سه حیز است سه حیز بله یعنی حیز اول میبینه پاک میشه حیز دوم میبینه پاک میشه و محضی که حیز سوم اتفاق افتاد لازمم نیست که حتی او پاک شد از او حیز سوم که اتفاق افتاد ادی طلاق پره میشه اگر در این ایام خوب که چون فرمودین رجعه هستش اگر دوباره مرد بدون سیغه هم که نیاز نداره بله. رجوع کرده باشه دوباره بازی تمدید میشه اما سما میشه چرا خم؟ امو ایده ای که باید نگه داشته شود خب حالا مثلا دو ایده دو ماتر شده رجوع, رجوع, رجوع کرده ولی او یک لحظه مانده باشه به با حیز سوم و او یک لحظه مانده به حیز سوم به محض که مراجعه کنه خانه میشه دیگه زنش میشه دیگه به صورت دائمی با زنش هست دیگه و این باز از سر از نو باید سه ماه باشه هیچ دیگه ایده ای لازم نداره چون زن زن خودش است یعنی زن زن خودش است و این زن که طلاق داده هنوز ایدی زن بود نشده باید. که رفته باشه با یک کسی دیگه چی کرده باشه ازدواج باید. کرده باشه چون زن زن خودش است و هنوز به تو حیز سوم هم نرسیده در این وسط میتونه چکار کنه مراجعه کنه به محضی که مراجعه کرد خانم دائمیش میشه آره. بسیار عالی. چیز دیگه لازم نداره شالله که زندگی ها توری باشه که هم در او اول زندگی کمی دقت زیادتر شد با شناخت بیشتر که کار به اینجا ها کشیدن نشدم سوال کردم مثبت 93 79 صفر آخرم 73 محمد یعقوب حسینی بیننده عزیزمان از شهر باستانی هرات هستند با برنامه اصلا به تماس شدن بزرگوار و از اساتید مکتب هادی سوال داشتن و خب ارجاع داده شده و پاسخ داده شده به ایشان و خدمت از قبلا هم گفته شده یک دفعه دیگه هم خدمت شما بزرگواران عرض میکنم که برنامه مکتب هادی هر روز بجز جز از روزهای جمعه برنامه های مکتب دارن از ساعت ده بجه تا یازده و بجه و الحمدلله او رقم که دیده میشه باز خورده استاد خیلی راضی بودن و خب هدفم هم است هستش امیدم از مجموعه است که بتونن خدمت بکنن به عزیزان همشریم و, و سنف های ۷ و ۸ و ۹ تدیس داده میشه توسط اساطیده مجرب انشالله که عزیزان استفاده بکن از این فرصت ها بسیار. مصبت ۹۳، ۷۶، ۷۸، ۰۴ سوال کردن که شخصی ساعت ها قبل از ازان وضوع میگیره؟ آیا با این وضوعی که گرفته میشه که ازان هم داده نشده میتونه نماز بخوانه؟ وضوع خودش یک عبادته یعنی مستقلا وضوع یک عبادت است اگر چه مقدمه هست برای انجام نماز مقدمه هست برای خواندن قرآن مقدمه هست برای دست دادن به قرآن ولی خود وضو یک عبادت است بنابراین اگر کسی همی یعنی کلی سحر سر صبح از خواب بیدار شد نماز صبح شخان با اونمو وضو میتونه تا هر وقتی که وضوش باطل نشده میتونه نماز بخونه یا اگر صبح وضوش باطل شد دو ساعت سه ساعت قبل از اذان ظهر قربت الله وضو گرفت با این می وضوی قربت لله میتونه نماز خودش چیه بخوانه، ولی اگر که در وضو گرفتن نیت میکنه که وضو میگیم برای خواندن نماز ظهر این نباید زیاد فاصله باشه نیم <تصفح> ساعتی کمتر یا بیشتری که به ازار مانده اگر که با این نیت وضو بگیره میتونه نماز بخونه ولی اگر فاصله بله. زیاد باشه نه نمیشه بله از اتاق فرمان فرمان صادر شد که ما دو دقیقه دیگه تا میام برنامه زمان داریم خب سوال دیگر هم پرسان میکنیم عزیز دلمان بنام برای مثبت 93 78 56 10 سوال کردن که شخصی با خود گفته که قرآن هر روز قرآن شریف با ترجمه بخونه آیا عالم که تنها خود قرآن رو بخونه ترجمه ش نخونه حسینی عزیز و بیننده ای که ممکنه ما را ببینی و صدای ما را بشنوید بستگی داره که شما چه اگر نظر کرده باشی و سیغه خوانده باشی سیغه هم لازم نیست که به عربی باشه همین رقم که گفته باشی نظر میکنم برای خدای تبارک و تعالی که هر روز اینقدر قدر قرآن با چی بخونم با ترجمهش بخونم فقط الا و لابو چاره نیست غیر از اینکه شما قرآن با چی بخونی با ترجمه اگر نظر نبوده پیش خود یک تعهدی کرده یک شرط با خودت مانده که حتما ما حالت خوب بوده حالت خوب, خوب بوده <applause> یک چیزی گفته هیچ گپی نیست حالا که حالت خراب شده میتونه قرآن و تنهایی بخوانی حالا یک وقتی خوب میشه دیگه آدم و شرایط میشه نظرم سیغرم خوانده باشه خب شاید مثلا کار یکم سنگی یا که توان نداره یا هم که او حسوال دیگه نداره حالا کدام راه اینجا نیستش تنها راه شکستن قسمه که شکستن قسم خودش گناه داره و علاوه بر ازی که گناه داره کفاره هم داره حال. کفارش است حسین صاحب که این شخص شست فقیر باید چی کنه؟ سیر امشان. کنه شکم شست فقیر را یا به هر فقیری 750 گرم چی بیتد؟ تعام بده یا دو ماه پشت سر هم دیگر روزه بگیره که سی و یک روزش باید ام. پشت سر هم دیگر باشه یا سومی که وجود نداره فعلا بده یک بنده آزاد کنه که فعلا بنده ای نیست که ما را آزاد کنیم پس نمیصرفه که انسان قسم خودشه بشکنه پس عزیزان حواستشان زیاد باید جمع باشه که در حال در وقت کسی نظری به ذهنش میه یا میخواد سیغه رو جاری کنه بر حال دین هستش دیگه اگر گفت بگو الف گفت نمیگم گفت بگو الف کار نداره گفت اگر الف بگم تا رو باید بروم ان که و نزها باید وفا کرد خب استاد به اتفاق شما و بینندگان عزیز سری میزنیم باز هم به با اتاق فرمان و بعد از زن میان برنامه ان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با قسمت پایانی برنامه امشب همراه ما باشید O-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho

سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما خوبان و قسمت پایانی برنامه امشب را در خدمت شما خوبان خواهیم بود مثبت 93 76 14 61 بیننده محترم ماست که دو سوال پرسان کردن و من زمین این دو سوال ایشان مهربانی کردن سوالشون رای کردن انشاءالا از محضر استاد پرسان خواهیم کرد یکی ای که در افغانستان خانه و زمین را گرام و بعد از گرو در آن تصرف میکنن آیا این کار جایز است یعنی حضرت آیت الله العظما سیستانی و بسیار از فقها این کار را جایز دانند. یعنی در اصل وقتی که شما مالی را به گرو میگیری در اصل اصلی این رقم است که شما طرف میره پول قرض میکنه از یک نفری خب میگه من این پول به شما قرض میدم اما چیز ضمانتیه ام. شما می پول گرفتی و رفتی پشت سر خود دیگه نگاه نکردی یا مثلا یک مشکلی برید خلق شد مرد یک کار شد اتفاق افتاد من پیسی خود از که میگرم، بله فلسفه گراو که بهش رهنم میگن و میگن اینی نیست میگه خب من پول از شما میگیرم در از اینی خانه یا اینی زمین یا اینی مرکب یا اینی, اینی هر چیزی موتر،, اینجا... موتر گراو باشه پیش شما بنابراین این را از پول قرض کرده که میخوای کار کنشم بلی جزئی. او رو به زمانت مانده لذا میگن که در مالی که گرو مانده شده تصرف کردن جایز نیست الا مگر یک راهی داره که حضرت آیت الله العظما سیستانی و برخی از فقها میفرمایند که اوی رقم است که شخصی صاحب خانه یا صاحب مال یا صاحب موتر موتر و مال خودش را بفروشه به شرطی که سر یک سال، سر دو سال، سر شش ماه، سر پنج ماه هر وقت که می پول پس میخواد بده بگه که من معامله رو میتونم چکار کنم به هم بزنم سر یک سال <applause> پس در اصل مال خودش چی میکنه میفروشه میکنه فروشی به شرطی که بتواند بعدا معامله رو چی بزنه به هم بزنه خوی رقم که شد در اصل پس خانه رو چکار کرده فروخته و پول گرفته این شخص میتونه در پول تصرف کنه و شخصی که پول داده میتونه در سر چی تصرف کنه خانه <تصفيق> <تصفيق> یا زمین <applause> یا ماشین سر یک سال یا دو سال یا شش ماه هرچی اما تایمش که فرار رسید شخصی که صاحب خانه است یا صاحب موتر است یا صاحب دکان یا جای دیگه میگه خب اینا من معامله را فسخ میکنم چون شرط کرده بود که سر نه. یک سال میتونه معامله چیه فسخ میکنه معامله را فسخ میکنه اون میرسه به زمین خودش صاحب پولم پس میرسه به پول خودش راه دیگه این سر اگر شد به ذهن که خوی هم راه ساده ای شاید باشه اگر شدنی باشه که نفر موتر مونده میگه خب شما میتونید استفاده میکردی نداره دقیقا این ای رقم اگر باشه اونمو ربایه اونمو نزول است دیگه مثلا مکه که شما پول به عنوان قرض میگیرم خب من خودم میگم دیگه و پول شما را میدم و بعد یک مقدار اضافه هم برای میدم کسی که زور نکرده دیگه درست است یه همون رقم است الان پس طرف وقتی که پول خودش میده پول به شما میده و خالیش و خانه شما, شما رو میگیره زمین خود در اصل بهره پول خودش استفاده میکنه قرض الحسن که نیست دیگه باید. چون اگر قرض الحسن نباشه هیچ بهره ای نباید شما بگیره همین که از موتر شما استفاده میکنه همین که از زمین شما استفاده میکنه از خالی بهره است و این جایز نیست دس... سوال دوم ایشان است که شخص دستش تاسوت دستگاه گندم درو کنه که حالا کمباین هم گفته میشه باز قطع شده و حالی میگه که دیش به خودی کیسه ای آیا صاحب گندم باید دیه رو بیته صاحب ماشین باید باشه کدام کس دیگه باید باشه اولی که بهترین راست در اینجاست که به محکمه مراجعه کنن یا کدام کسایی که در همونجا حاضر و ناظر بودن یا حداقل مسئله برایشان کاملا چی میشه روشن میشه ولی برای ما که کاملا مسئله روشن نیست بنابراین اگر صاحب ماشین مقصر بوده اونجی خب قطعاً صاحب ماشین یا گنا صاحب ماشین مقصر نبوده صاحب گندم مقصر بوده یا ممکن یک نفر دیگه یک عملی دیگه یک کارگر دیگه دست زیر پیش مم. چیه ماشین انداخته او شاید مقصر باشه و شاید هم بخیر خودی طرف مقصر باشه هیچ مم. کسی دلی زمین با نباشه بلید. خودش قصور کرده خودش مواظبت نکرده خودش حواسش جمع نبوده دست خود داده دمی کار پس بنابراین باید کاملا سنجیده شوه از اون اطرافیا این طرفی طرف, ای طرف بلید. پرسان شوه و قضیه کاملا چی باشه روشن باشه پس کسی که مباشرتا و از روی تعمد این کار را انجام داده اون شخص باید چی بده دیابت. آه جالب است یک جای هم تو دستر کار یک حادثه کرده بود نفر بعد کارشناس اینا که آمدن ایره فیصد زدن 20 فیصد خودش مقصره مثلا 50 فیصد صاحب خانه مقصره به با همون نسبت دیگه باز تعلیم بله. گرفت مصبت 971 56 63 26 بیننده عزیزمان از امارات متحده عربی سوسال سوال کردن که برخی از افراد یک عدد موتر در قره کشی میمونه و برای هزاران نفر تیکه سودا میکنه که آه، هر کسی نامش بر آمد امی موتر از او باشه و آخر الامر هم قره به نام یک نفر خود در میایه اگر ما نگیم که او یک نفر هم از خودشان باشه میگیم خود در نام یک نفر بر آمد بقیه هم پولشان ها که از این رفته و به جب صاحب اون موتر ولی رفته و در کل یک نفرم صاحب موتر شده این چه قسم میشه برای برنامه و ای این به تعبیر همون لاتری میگن دیگه قرقشتی لاتری, لاتری میگن و خدمت تا کنم که این جناب حسین مزرگوار قمار است عجب بله قمار است چرا؟ به خاطر اینکه قمار هم در اصل همی رقم است تعداد نفرها پولای خودش جمع میکنه یک جایی مثلا قمار میزنم میگم مثلا این سکه میزنم اگر خورده و سکه کل سکه ها مال ما میشه بنابراین ای این عین قمار است هیچ تفاوتی با قمار نداره به علت از اینکه ایده بسیار زیادی مثلا شاید هزاران نفر پولشان از دست بره و د جیب صاحب موترم شاید بیش از چندین برابر قیمت موتر پول د جیب زنا داده شود. این برسه و خب یک نفرم صاحب چی میشه موتر میشه و هزاران نفر دیگه پولشان از دست رفته این میگن اکل مال به باطل عزب. خوردن مال از روی باطل اما یک نفر یک نکته دیگه فراموش نشه و این که رسولی یا جناب حسینی یک موتر داره و این دوست داره که این موتر خودش در یکی از اقربا و خشاوندان خودش بته هدیه بته هدیه بده. در یکی از خشاوند همو کنم با در احمد بدم محمود دلش بد بشه در محمود بدم اصغر دلش بد بشه در یکی دیگه بدم یکی دیگه دلش بد میشه میگه در این جای بهترین را قرعه اینجا اشکال نداره چرا چون ما با که بالاخره با تیب نفس خودم میخوایم ما در اختیار یک نفر قرارم. اما من ماندیم که به کی بتیم به اشکال نداره ولی ما از مخفه است. نشن نامشون پرتن بله ولی قرعه به او کیفیت قمار است هیچ شکی نیست بحلی. بسیار عالی مثبت 98 936 3464 ضمن تشکر از برنامه روشنا و برنامه های مکتب هادی ایشان تقاضا کردند که برنامه آموزش آموزش زبان عربی و انگلیسی هم در لیستتان گفتن مهربانی کنید اضافه کنید که خب ما هم تشکر میکنیم از شما و این مطلب به عزیزان ما میرسانیم ان که این برنامه را شاید هم برنامه‌ریزی داشته باشند در این مورد مثبت 93 77 70 50 بیننده محترم ما هستند استاد که سوال کردم من از یکی از مراجع تقلید تقلید میکردم که فعلا از دنیا رفتن رزیچه ای مجیز دو حالت داره جناب سید بزرگوار و بینندگان عزیز یا اون مرجع تقلیدی که از دنیا رفتن مثل برخی از های تقلیدی که مثلا دبی بی, بی سال بودند که الان ما نام نمیبینیم اینو اعلم علی الاطلاق بودن, بودن. یعنی در شرق و غرب عالم شیعه و جهان اسلام شیعه خب اینو چندین سر از بقیه چی بودن بالا بودن یعنی علم بودن یعنی کسی تا زمانی که اونا بود کسی داعیه نداشت کسی انگیزه ای چی نداشت کلی که خود تحت اشراف کلی هم او... قبول داشت ولی کلی هم چی داشتن قبول داشتن اگه از او رقم شخصا باقی ماندن بر تقلید از او واجب و لازمه جه. باقی موندن بر تقلید البته به شرطی که خود از او مرجع تقلید در تقلید خودش گفته باشه که باقی ماندن بر تقلید میت اعلم جایزه پس فعلا اجالتا از یک مرجع تقلید تقلید میکنه و چون او اعلم است واجب و لازم به او مرجع تقلید اعلم باقی بمانه ولی اگر نه مرجع تقلید از مرجع تقلید بوده که معلوم نیست اعلم بودن نه بودن حداقل مثل بقیه واری بوده در این فرض واجب و لازمه که انسان به یک مرجع تقلید حی و حاضر که اعلمیتش برای انسان چی شوه ثابت شوه باید مراجعه کنم. بسیار عالی تشکر میکنم استاد محترم و همچنین از شما بینندگان عزیزی که تا این لحظه همراه برنامه خودتان بودین پایان بخش برنامه امشب استاد یه پیام عزیز منم شکر الله شاکری هستن مقیم اندونزی مثبت 62 815 4 نمبر 48 99 ایشان از برنامه هادی تلویزیون هادی خصوصا مکتب و هادی بسیار تشکری کردن و گفتن که فرزندانم در دیار غربت از آنها از طریق درسایشان استفاده میکنن از فضای مجازی استفاده میکنن و اگر کدام پیامی برایشان دارید که ابلاغ بفرمایید و بعدش هم دعا بکنید خودشان بسیار فرموده پیام برای گرام اسلام بچه هایشان عمل میکنن که میگن اطلب العلم من المهد الى الله طلب علم و دانش کنید ترجمه فارسی شمول شعر است که چنین گفت پیغمبر راستگوی ز گهواره تا گور دانش, دانش, دانش جویی بس باشن ان بسیار علی ان که همین تو باشه و در این راهی که فرزندانتان قرار گرفته ان شما کمکشان کنید که آینده درخشان داشته باشند و از این معارف بیشتر استفاده بکنن تا دیدار بعدی همه شما از آن را به خداوند مهربان می سپاریم خدایا رو